و خداوند بخشاینده و مهربان سلام بیننده های عزیز و دوستان برنامه بیبین پاس هر کجایی که هستین لحظاتتون خوش زندگی خوب خوش داشته باشین با صحت سلامتی شما برنامه امروز خدا ما آغاز میکنیم در این برنامه غذای بسیار خوب خوشمزه یعنی در انتظار شما زوسا پس بیننده باشین و ما را تا آخرین لحظات برنامه همراهی بکنند امروز میخوایم بر شما مسما بادنجان آماده کنم که شما هزیزا خواهش کرده بودین غذای مشهور ایران از که مردم ایران زیادتر دوست دارن و این غذا را پخته میکنند بیاین یک بار تست بکنیم غذای دیگر کشوران ببینیم که غذاهای ما بهتر است یا غذای از اونا پس بیننده باشین مواد لازم را به معرفی میگیریم دوستا گوشت مرغ یک کیلو یعنی یک مرغ ثابت استفاده میکنیم سی عدد بادنجان سی دوسا. سیادت عدد جان رومی فقط دو دندان سیر دو سایزیز پیاز یک عدد مرچ تند دلخواست نمک همچنان مقدار لازم مرچ سیاه مقدار لازم آب لیمو مقدار لازم زرچوبه یک قاشق رو همچنان یک قاشق استفاده میکنیم مواد است که شامل غذای امروز ما هستک خب در ابتدا دو سایزیز یک کرایی را بالای حرارت مونده یک اندازه روغن اضافه میکنیم بله روغن اضافه کردیم دو پیاز خرد خرد میسازیم با شکل نگین نگین پیاز دوست عزیز با شکل نگین نگین خرد ساختیم پیاز خرد خرد کردیم پیاز بالای روغن اضافه می کنیم دوستا با تقیبش سیر هم دوستا عزیز اضافه می کنیم غذای بسیار مزدار از دوستا تا حال فکر نکنم بادنجان سیها با گوشت مرغ شما آماده کرده باشین یک بار امتحان بکنیم مطمئن استم خوشتان میاد و شما هم این غذا را میپسندین پس بیننده باشین و تا دقایق اخیر برنامه دوستا ببینین مسما بادنجانی که امروز آماده کنیم به چی طریق استفاده میشه و چی کدام مواد ما استفاده میکنیم خب پیاز ها اضافه کردیم روی سیر بالای یک مقدار روغن داخل کرایی خب تا زمانی که پیاز کمی خود نرم سازه گوشت خرد خرد میسازیم یعنی مرغ ثابت از دوستا قسمت هایی که باید ورداشته شد دوستا این از هم می ورداریم و از این که مرغ پوست میکنین بستگی به خودتان داره ولی من نمیخوایم که پستش کنم میخوایم با مو پوستش دوستای عزیز پختش بکنیم دوست عزیز گوشت که توتا کردیم بالای پیاز اضافه میکنیم به این شکل و امرای پیاز تا زمانی که پیاز سرخ میشه یا رنگ گلابی را به خود میگیره گوشت هم یک اندازه نرم میشه گوشت بالای پیاز اضافه کردیم دوست عزیز روی تخته را هم پاک میکنیم خب حرارت کمی تر میمونیم دوستا و سرپوش بالایش میمونیم تا خوب تفت بخورم. خب بادنجان رو پست میکنیم زمانی که بادنجان دوست عزیز میخواستین از این غذا آماده کنین بادنجانی که تخم تخمش باید زرد نباشه یا یعنی تازه تر باشه خوبتر استفاده کنین به خاطر که بویده بادنجان ها که تخم زرد میداشه باشه باعث تلخی غذای شما میشه پس کوشش کنین دوستا که از بادنجانی که تازه باشه خوبتر استفاده کنین گرچه در یکی وقت فصلش نیست بادنجان است که از بیرون از افغانستان وارد میشه یعنی بادنجانی وطنی خود ما و شما نیست ولی بان هم دوست عزیز کوشش کنین که بادنجان تازه ترش را پیدا کنین و غذای خوب خوشمزه مسما بادنجان را آماده کنین بادنجان زمانی که پوست کردیم دو دوست عزیز به شکل دراز بروش برش میکنیم کمی نمک میزنیم شا بر چند می مانیم بعد از او داخل روغن جداگانه ایرا سرخ میکنیم یک اندازه خب قسمت های پایین و بالایشه شاید دوستان میورداریم به این شکل و ایرا به شکل چهار سه سازیم دوستا خب دوست عزیز بعد اینجا من پوست کردم و ایره خورد خورد کردم یک اندازه نمک هم بالایش پاش میتیم به این شکل و ایره میگذاریم بر چند دقیقه که خوب کاملا نمک به خود جذب بکنه و اگر تلخی هم می داشته باشه تلخیش کاملا برطرف شود تا زمانی که گوشت هم یک اندازه خود را نرم میکنه دوستان عزیز میان برنامه کوتاه و در ادامه برنامه هم همراهی شما را خواهان هستیم مواد لازم مسمی بادنجان بادنجان سیاه سه عدد گوشت مرغ یک کیلو سیر دو دندانه پیاز یک عدد بادنجان رومی دو عدد رب یک قاشق زردچوبه یک قاشق مرچ سیاه و نمک به مقدار لازم مرچ تند و آب لیمو به مقدار لازم خب دوستان عزیز گوشت ما داخل کرایی انداختیم و با همچنان بادنجان سیارم هم که نمک زدیم دوستا یک مقدار روغن روی تخمپزی دوستا بسیار کم فقط به اندازه که روی تخمپزی باید چرب شوه بسیار کم باشه روغنش به با این اندازه دوستا و بادنجان سیاره به با این شکل دوستا عزیز می خواهیم که سرخش کنیم ببینید دوست عزیز آبی که آب زرد و یا سیاهی که بادنجان سیاه با در اثر پوشیدن نمک به وجود آمده دوستا امی آب هستک که اگر تلخی داشته باشه کاملا تلخیش یعنی برطرف میشه خب گوشت هم دوست عزیز یک اندازه خود سرخ کرده و ما زرچوبر اضافه میکنم آب لیمو دوست عزیز بالاش اضافه میکنیم رو به هم دوستای عزیز اضافه میکنیم مرچ سیاه مقدار لازم دوستای عزیز و همچنان نمک خب تا زمانی که دوستای عزیز بادنجان ها یعنی سرخ میشه روبه که اضافه کردیم یه هم به شکل لواب باید آماده شوه بعدا بادنجان یک جا با گوشت دم میته میشه یک مقدار آب بسیار کم دو از اضافه می کنیم خب رو... یک طرف بادنجان که یک اندازه سرخ شد دوستان روی دیگه شه آ... به طرف آتش دور میتیم که رویش هم باید یک اندازه سرخ شوه تا وقت ما بادنجان رومی را رو به شکل القلقه میسازیم مرچ تازه گفتیم دلخواه هر یعنی اگر دوست دارین میتونین استفاده کنین اگر دوست ندارین نمیتونین استفاده بکنین بس به خودتون داره دوست عزیز و ما میخوایم که استفاده بکنم به خاطر که همکارایم بسیار خوش دارن غذاهای تند زیاتر به خصوص سادیجان سیادت مرچه هم دو عزیز گفتیم استفاده میکنیم و یک شام از قسمت وسط دونست کنیم دو عدد شام به شکل تازه اضافه میکنیم کنیم تو ثابت خب باز اینجا هم دوست عزیز یعنی یک اندازه خودت سرخ کرده و به می شکل روی دیگه ش هم دو عزیز می خواهیم که یک اندازه سرخ شوه بله دوست عزیز مرغی که داخلش رب و زرچوبر اضافه کردیم بسیار رنگ بسیار خوب را به خود گرفته و آیستا آیستا نرم شده میره غذای بسیار خوشمزه است تا به حال اگر شما آماده نکردین شما میتونین بعد از این دوست عزیز به این ای شکل آماده کنین مطمئن هستم که خوشتان میه و از خوردنش هم لذت میبرین خب دوستا فقط می‌بینیم که بادینجانم هم آماده است دیگه بله ای هم آماده شده دوست عزیز و ما حالا باید چی کنیم؟ حرارت مرغ کم می سازیم. بسیار کم. نیاز به آب دیگه نداره دوست عزیز. مرغ فقط در قسمت وسط کرایی خوب جمع می کنیم و بادنجان به با این شکل رویش حلقه حلقه می چینیم. و همچنان از مرچ تازه دوست عزیز به این شکل میچینیم خب حرارت بادنجان خاموش میکنیم و بادنجان هم به این شکل دوست عزیز و چهار طرف قرمه که مرخ است دوستا به این شکل میره هم میچینیم خب یک اندازه از مرچ سیاه دو پاش بتین به این شکل و همچنان بسیار کم نمک به خاطر از که فقط قسمت های بادنجان نمک داشته باشه بس بادنجان رومی و ما هم سرپوش به این شکل میگذاریم در حرارت بسیار کم که دم بگیره تا که غذای ما هم دم میگیره و ما هم سر میز فرصت میکنم رفت و برگشت بسیار کوتاه در ادامه منتظر باشین برمیگردیم مواد لازم مسما بادنجان بادنجان سیاه سه عدد گوشت مرغ یک کیلو سیر دو دندانه، پیاز یک عدد بادنجان رومی دو عدد رب یک قاشق زرد چوبه یک قاشق مرچ سیاه و نمک به مقدار لازم مرچ تند و آب لیمو به مقدار لازم خب دوستان عزیز بازم خوش آمدین به ادامه برنامه و تشکر از همراهی شما عزیزانی که تاییدم با ما همراه بودین و و مسما بادنجان خوشمزه هم آماده شده دوستا امید است که خوش شما آمده باشه و, و اگر آمده شما هم پخته کنین مواده است که ما هم روزه یعنی با او سر کار داریم غذاهای بسیار خوشمزه از شما آماده میکنیم بله ببینید دوستا بادنجان به شکل ثابت و همچنان دمی که داده بودیم به مو شکل باقی مانده یعنی آلا میخواییم که دوستا عزیز و کوشش کنین زیادتر بادنجانش بادنجان سیا البته نشاره و خب چند توت از گوشت میکشیم اول و همچنان بادنجان رومی دوست عزیز که حلق حلق ساختیمش و یه هم خوب نرم شده دیگه فوق از بادنجان سیاه یک چند تا دوسته عزیز می کشیم به میشکل شکل گوشت مرغ یکجا جا خب میتونید که از لوابش دوسته لواب عزیز یک کمک بالای از بادنجان اضافه بکنین خب به می اندازه کفایت میکنه آماده کردنش بسیار ساده بود دوست سا عزیز مدت بسیار کم را در بر میگیره و گوشت مرغ یعنی پخته کردنش ساده است دوستا و به زودترین وقت شما میتونید که این غذای خوشمزه از گوشت مرغ آماده بکنید کمی از گشنیز هم دوستای عزیز بر پاش دادیم و ما هم ها را میکشم کارم تمام شده بوی بسیار عالی است خب دوستای عزیز اگر برنامه مرا دیدین خوش آمد منتظر پیام های شما عزیزا هستیم میتونین تماس هم بگیرین میتونین پیام بگذارین به صفحه فیسبوک برنامه خب میریم به طرف میز صرف غذا این غذا تقریبا دوست عزیز یعنی به می اندازه ساس یا لوابی که داشته باشه بانان خاصه خورده میشه و از این زیاتر به شکل قرمه یا لواب زیاد نمی داشته باشه فقط مزیش یا تستش دینمی لوابی که شما روی بشقاب میبینین به می اندازه است خب کسایی که اجزایی که پیام گذاشته بودن و همچنان تماس گرفتن خواهش این آغاز از ما کردن شبنم جان از تهران خواهش غذای هیرونی را از ما کردن و در ضمن سلام و احترامات هم فرستادن و همچنان خواهر دیگه ما برشنا جان از قندهار بسیار تعریف کردن از برنامه زنده و سلامت باشین احترامات خدمت ما و تمام همکارانم همکاران برنامه فرستادن و خواهش پختن مسما بادنجان از ما کردن که ما خوشبختانه امروز در برنامه پخته کردیم و همچنان برادر عزیز ما بلال امینی از کابل سلام و تعریف کردن از برنامه و غذای ایرانی را گفته بر ما آماده کنین که تشکر می این هم غذای ایرانی که یک نوع غذای ایرانی بود ما بر شما ماده کردم و و همچنان میترا جان از مزار شریف سلام خد... گفته سلام خدمت شما و تمام کارکنان برنامه بیبین با پس. و خواهش پختن غذای کمچرب کردن که در برنامه که ما خود یکی از طرفدارای دارای غذای کمچرب هستم که همیشه و ما در برنامه هم گفتیم که روغن بسیار کم استفاده کنین استفاده از نمک زیاد مرگ نابهنگام است دوستا پس بیاییم چطور جلوگیری بکنیم اسی همیشه نمک و روغن بسیار کم استفاده بکنین چرا که یگانه با وجود آمدن امراض قلبی یا ویام چنان فشار بلند دوستا در سر گرفتن غذاهای چرب و غذاهای نمکی است پس بیاین به خاطر محافظت ازب... افز بدن خود دوستا ما شما از غذاهای کم چرب و کم نمک استفاده بکنید باز هم دوست عزیز غذایی را کاماده کردیم بسیار ساده بود که یک داد پیاز خرد خرد کردیم بالای روغن و همچنان دو دندان سیر اضافه کردیم گوشت و مرغ خرد خرد به قطعات عشق قطع یک مرغ ثابت کردیم او را هم بالایش اضافه کردیم و سرپوش کرایی را موندیم تا گوشت نمو پیاز پخته شود خب بادنجان پوست کردیم یک بادنجان چهار تا کردیم بر روی یک کاسه کم نمک بر پاش دادیم و زمانی که آبش کاملا رفت دور جداگانه سرخ کردیم و بعد از اینکه پیاز و سیر امروز گوشت خوب نرم شده رو اضافه کردیم زرچوبار اضافه کردیم مرچ تند اضافه کردیم دوست عزیز و همچنان مسالاجاتی که مرچ و نمک به مقدار لازم و گوشت در قسمت وسط کرایی قرار دادیم بعد از او بادنجان رومی را القلقه کردیم بالای نیم و بادنجان سیا را بالای بادنجان رومی چندیم و کمک مرچ سیا و کم نمک باز هم برش پاش دادیم و سرپوش را در حالت کم تا دم بگیره و غذای مسما بادنجان آماده شود یام بود برنامه امروز دوست عزیز که تقدیمتان کردیم خدا کنه لذت برده باشین و خوشتان آمده باشه تا برنامه دیگه که باز هم دوست عزیز در خدمت شما قرار میگیریم شما را به علای پاک امانت میکنم وقتتان خوش خدا نگهدار.